خوش آمدید بچه‌ها، یه ویدیو دیگه الی هستم. کارا هستم. بریم سر وقت ترک مدرسه. از دلو خیلی هم سر صدا کرده، هیجان دارم بشم ببینم چیکار کرده. دلو رو از پلتفرم‌های خودش حمایت بکنید. لینک تمام پلتفرم‌های آرتیستی دیسکریپشن تگ شده هم اینستاگرام‌های ما. بعد چند روز دوباره اومدیم ویدیو می‌گیریم، بعد من یه ذره توپق می‌زنم. آره دیگه، ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید. به نام عتلی، لتس گو. فکر کن یک مهر امسال دیگه 1393. آره 93. حالا چرا 93؟ شاید خودش مدرسه میرفت. چقدر سم بود قیافه‌هارو. یادش بخیر. کلاس 400 همیشه هم کلاسی که تو توش بودی گوهترین کلاس بودش. من؟ نه تو، منظورم هممون. میدونم معلم من اصلا گفتن که این کلاس بدترین کلاسیه که دارم. خیلی زمان دوریه، خیلی گذشته انگار از مدرسه. آره یاد صدا آلا پا میشم دنبال بادیلی هار. تو ایران هر مدرسه گنگه، یه گنگ بدون آر. مثل کری دوتا دوتا باید آپا رو بکنی فارم. توی صف 12 سال عمر تو میگادش از جلو نظام. چقدر خوبه. وای سر صبح باید بیدار میشدی، بعد یه ورزش صبحگاهی بخوره تو سرش، دوتا بپر بپر میکرد، بعدش هم دعای امام زمانو، بعد برو تو کلاس. خیلی بد بود. دست داد عمر تو میگادش از جلو نظام. متنفرم از ته دل، من اول مه کتاب تو کولی. اگه این متنفرم مال زدبازی بود این تیکش. کتاب تو کولی، اگه یه بارم نرفته باشی دم دفتر شرمنده سوسولی. اون موقع صدا من خروسی بود، کوچیک بودم ارزی طولی. الان تو ارتباطام لکنت میگیرن، میگن تو این کار قفولی. ارزی طولی کوچیک بودم. یادش بخیر. آبخوری دستشویی چقدر سم بود همه چی. هر جا میرفتی در رو باز میکردی با یک تپه گوه مواجه میشدی. من مثلا توی بیشتر سال راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی بود توی مدرسه غیر انتفاعی بودم. بعد از اینایی بود که خیلی کم و خیلی مثلا بچهای با کلاس و اینا میمونن، ولی بازم اونجا هم گوه بود تو دستشویی. من نمیدونم برای چی. نه بابا ما داشتیم تمیز میکردن، ولی بازم گوه بود. همیشه گوه یا یک تپه با مگس مواجه میشدیم. اینجا چوس نمک نیست. نه خاطراتش برام زنده شد. آخه کولی ماری مالی جا به جا میشه همه توی پکا، اما هنو برا آموزش فرورش مهمه که بیفتن عمر تکا. ککا نمیگزه ولی فکا، میخورن زمین موقع کتکا. بایستا دم آب خوری چون مرا مهمی اگه بخورم آب خونکا. دهنه ببین دقیقا همینه، پک توی جیبا داره جا به جا میشه، ولی برا آموزش فرورش چیز دیگه ای مهم هستش. آره. تجدید کنیم، قبول کنیم. خیلی خوبه آقا، عجب موزیکیه. دهنه پسر پر خون شد دیگه نمیگه دری بری. فرداش با اولیاش اومد اسنیچ، فکر میکردیم سری، ولی دلو حاضر ام بی حاضر من. پک شد خورد غیبت، آب گاد را آب افتاد، یه جوری که بشه شری بری. تو مت من مت، مدرسه دیگه نی بر ماها. آقا اجازه ببخشید ولی کیرم تو امتحانا. تو مستر آقا بعد تعطیلی تو همه اون زدالا از سیر گیر آوردید. واقعا آموزش پرورش و مدارس ایران یه حالت اسیری داشت، و اینکه اگه تو درس نمیخوندی میترسیدی، استرس میگرفتی، زایت میکردن، درس رو بعد میخوردی کتک. حالا بچه ها قدیمی تره ها الان هم میزنن بچه ها، هستن که میزنن. من افتضاح. کلاس اول دبستان، معلم اول دبستانم خب یه دختره رو یک جوری زد تو سرش، تر دختره خورد به شوفاش، تشنج کرد وسط کلاس. دیگه نمیدونم برای اون دختره چه اتفاقی افتاد، فقط یادم اخراج اینو میخواستن بکنن معلمه رو. اصلا یه چه وحشیانه عجیب غریبی بودش. باورم نمیشه که توی همچین چیزی اومدیم بالا. خاطره ما رو زنده کرد. آره خیلی خوبه موزیک. از سیرگی رو بردید. تو مت من مت، مدرسه دیگه نی بر ماها. آقا اجازه ببخشید ولی کی رفت تو امتحانا. تو نسته را با بعد تعطیلی تو همه اون زدالا از سیرگی رو بردید. کی
گیرم تو امتحانا، رو دوشم میذارم کیف کولیمو، بعدم رو سرم کلاه هودیمو، انقدر آپا رو کردم اسموک انگاری گذاشتم عینک دودیمو، توی مدرسه نه ولی تو رپ خیلی ها دیدن اون روی بولیمو، یکی روله یکی هم کلاسا، دو تا چیزی که میخوایم بپیچونیمو، بیا از خیابون درس بگیر نمره و درس و مشق و وللش، با اینکه دودی نیستم ولی بهت گفتن چوب معلمت گله بکشش، تعهدیا بلدن چیه قلقش حتا انزه، چوب معلم گله بکشش هر کی نخوره خله میگن میگه بکشش چوبه. ببین انقدر مدرسه ها تخمی و هیچی نداره که بیا از خیابون درس بگیر واقعا، چون درس اصلی و همه از خیابون و زندگی واقعی میگیرن نه تو مدارس، مدارسی مثل مدارس ایران نمیدن به آدم. ببین من خیلی حال میکنم با این موزیک، خیلی موزیک قویه، خیلی خفن، به معلمت کله بکشش، تعهدیا بلدن چیه قلقش حتا انضباطت بشه صفر، یه قهرمان دستی وقتا با لباس فرم نه با ماسک و شنلش، کیر توش همه چی کنکور نیست، کیر توش همه چی کنکور نیست، چیزی که جامعه میخواد فقط دکتر و مهندس و رئیس جمهور نیست، نظر به زور مجبورت کنن گوش بدی به کسی که اولد نیست، اینا میخوان بی خیال باشی وگرنه فقط تو گل یا پوچ گل پوچ نیست، 12 years a slave به جا پوستیای شبات، پیر شدیم ما با این که عروسشو میخوردیم از آب حیات، به همون میگفتن پای چندی ولی خب خودشون پای وسط، مدرسه پسرونه هست و انت پیدامو میکنی لو اسم بدا تو مد. ببین خیلی خوبه، قشنگ واقعیت ها رو داره میگه دیگه، چرا یه دفعه این ترک رو فکر میکنی داره به حال هممون سوخت، یعنی همه تو همه نسلا نه فقط الان، حروم شد از ماها عمری که داره از بچه هایی که توی ایران هم حروم میشن، رفتیم دانشگاه دیدیم نه بابا تهش چی نبود، هیچ گوهی نیست واقعا، من مد مدرسه دیگه نی برای ماها، آقا اجازه ببخشید ولی کیرم تو امتحانا، دوست دارم بگم تو همه اون زدالا از سیرگی رو بردید کیرم تو امتحانا، من مد مدرسه دیگه نی برای ماها، آقا اجازه ببخشید ولی کیرم تو امتحانا، تو استرابا بعد تعطیلی تو همه اون زدالا از سیرگی رو بردید کیرم تو امتحانا، بیت خدا، لیریکس خدا، اصلا همه چی پرفکته. دهلو ترکوند دوباره، عالی بود، چه موضوع خوبی رو انتخاب کرده بود، برام جالبه چی شد که یه دفعه سر این موضوع حالا تکست نوشت و بعد من نمیدونم چند سالشه ولی خب تجربه هممونه، ولی کسی رو ندیده بودم تا الان بهش اشاره کنم. دقیقا من الان بیشتر از دلو باز خوشم اومد و بیشتر طرفدارش شدم، اصلا هر موزیکی که ازش میشنویم قوی تر از قبلی هستش و فوق‌العاده‌تر از قبلی هستش، دوست داشتم امیدوارم که شما هم لذت ببرید، دم دلو گرم، حتما حتما آرتیست از پلتفرم‌های خودش حمایت بکنید، لینک تمام پلتفرم آرتیست توی دیسکریپشن تگ شده، اینم اینستاگرام‌های ما دیگه، اینکه ویدیوی بعدی می‌بینیمتون.